نسیم کوی جانان است قرآن، شمیم عطر رحمان است قرآن. بود روشنگر راه سعادت، چو خورشید فروزان است قرآن. به گلزارش خزان راهی ندارد، به گلزارش خزان راهی ندارد. بهاران در بهاران است قرآن. به صدق و راستی همتا ندارد، به صدق و راستی همتا ندارد. رفیق نیک پیمان است قرآن. طبیب دردهای بی دوا اوست، طبیب دردهای بی دوا اوست. به جان خسته درمان است قرآن، به جان خسته درمان است قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام خدمت شما دوستان عزیز و بیننده برنامه. انشالله که همه شما خوبان از صحتمندی کامل برخوردار باشین و روزهای ماه مبارک رمضان را در کانون گرم خانواده هایتان به خوبی و خوشی سپری کنین. خدا را سپاسگزار هستیم که بار دیگر توفیق عنایت کرد در خدمت شما خوبان باشیم. از مدرسه ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها، در ماه مبارک رمضان قرار داریم، ماهی که بهار قرآن است و تلاوت آیات قرآن ثواب چندین برابر را داره. و در این برنامه هم انشالله کوشش میکنیم که موضوعی را خدمت شما تقدیم کنیم که بحث قرآنی است. عنوان که خدمت شما در نظر گرفتیم، چگونگی استفاده از مفاهیم قرآن در زندگی است. و مهمانم در برنامه داریم که خانم امیری تشریف آوردن. خانم امیری سلام خدمت شما، بسیار خوش آمدین. طاعات و عبادت شما قبول باشه. خب با عرض سلام خدمت شما و بیننده های عزیز و ماه پربرکت رمضان خدمت شما و بیننده عزیز تبریک عرض میکنم و انشالله خداوند توفیق بده تا از این ماه بیشتر استفاده کنیم. انشالله سلامت باشین. تشکر از شما. در ابتدای برنامه خوب است که برای ما بیان کنیم که بهترین روش استفاده از آیات قرآن در زندگی چی است؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. خب در اول مقدمتان باید عرض کنیم درباره قرآن کریم که قرآن چگونه کتابی هست. قرآن کریم که زبان خداوند متعال است، برای ما انسان ها هست و همچنان با ارزش ترین کتاب در جهان هست. و قرآن کریم برترین و ماندگارترین اثر جاودانی آسمانی هست که پیامی است که خداوند متعال برای هدایت بشر ما انسان ها بر قلب شریفترین بنده خود که حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است نازل کرده است. و همچنان قرآن کریم چون کاملترین کتاب هست در جهان و خود قرآن کریم اثر یا حتما در زندگی بشر که بحث ما مهمی است که نقش قرآن در زندگی، قرآن در زندگی ما میتونه که نقش پررنگی را داشته باشه. و همچنان انسان خود قرآن که وقتی که در زندگی انسان ربط داره یا اثر مهم داره، مربوط به یک زمان خاصی، مربوط به یک مردم خاصی نیست، بلکه قرآن کریم در همه زمان ها برای همه بشر هست که یعنی پاسخگوی تمام نیازمندی های بشر در دوره های مختلف. بله، و برای همه بشر هست و برای همه بشر و همه زمان، یعنی هر زمان قرآن کریم امو تازگی، امو شادابی خود را داره. و همچنان اگر کسی میخواهد که درباره یا به نحو حقیقت درباره اسلام، درباره جهان، درباره انسان اگر میخواهد معلومات پیدا کنه، چاره جز مراجعه به قرآن کریم نداره. و همچنان در قرآن کریم هر چی که آمده، آن چی که آمده هماهنگ با تمام شون انسان و منطبق بر نظام احسن خلقت هست. و همچنان در قرآن کریم در همه بخش های زندگی انسان میتونه که نقش مهم را داشته باشه، چه در ابعاد فردی، چه در ابعاد اجتماعی یا حتی بین المللی، که در ابعاد فردی و اجتماعی در برنامه های آینده صحبت میکنه خواهر عزیز. و همچنان هانچه که در این برنامه صحبت میشه، نقش قرآن در زندگی هست به طور مختصر به بعضی آنها اشاره میشه. همچنان که سوال کردین بهترین روش استفاده از مفاهیم قرآن در زندگی چی است، باید مقدمتا عرض کنیم که
برای استفاده بهینه از مفاهیم و معارف علوم قرآنی لازم است چندین مقدمه را باید پیش روی خود داشته باشیم یا مقدمات را انجام بدیم در زندگی. وقتی که مقدمات را انجام دادیم یا عمل کردیم، پس میتونیم بهترین استفاده را از قرآن ببریم. اولین مقدمه است که مقدمات علمی هست. مقدمات علمی یعنی چی؟ یعنی که مثل زبان قرآن زبان عربی هست، باید مقدمتا معارف مقدمات علمی، یعنی بریم زبان عربی رو بیاموزیم، زبان عربی رو بیاموزیم و مثلا بعضی از علوم قرآنی مثلا بیان و مثلا زبان عرب و اینا رو بدانیم و آشنایی پیدا کنیم، یا مثلا تجوید، یا مثلا تجوید باید بخوانیم و بعد از اینکه اینا رو خواندیم سراغ تفاسیر بریم، چه تفاسیر عربی چه هم فارسی، چون که کلام خداوند بعضی ها شاید تقسیم بندی کردن بله. بعضی از کلام قرآن یا خداوند هست که در قرآن روان است بله. ظاهرا همگی میفهمند بله. واضح هست، اما بعضی از کلام قرآن کلام خداوند مثلا درست همگی نمیفهمند، نیاز به تفسیر داره که در اینجا یکی از مفسر خود خداوند هست بله. که به طور نمونه در سوره فاتحه داریم که خداوند متعال تفسیر کرده سوره فاتحه را، مثلا تفسیر آیه به آیه کرده بله. مثلا صراط المستقیم که گفته بر ما را هدایت که در راه راست بله. خب منظور از راه راست چیه؟ باز خداوند متعال در آیه بعدی بر ما بیان میکنه که صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یعنی راه کسانی که نعمتشان دادی، نه راه غضب شدگان و گمراهان. خود خداوند یکی از مفسرین قرآن است. بعد از اون هم ائمه معصومین علیه السلام یکی از مفسرین قرآن هست که در اینجا یک روایت از امام صادق علیه السلام داریم که گفته زبان عربی را بیاموزید، چون که زبان عربی کلام خداوند متعال هست. و دومین مقدمه که در اینجا باید در نظر داشته باشیم، از نظر تحقیق و تفحص باید توانایی خود را بلند ببریم بله. یعنی بریم آگاهی خود را، فهم خود را، دانش خود را در علوم قرآنی، مفاهیم قرآنی بلند ببریم تا بتانیم از سخنان پیشوایان معصوم و دانشمندان بهترین استفاده را ببریم باشیم. و سومین مقدمه که باید لازم است که در اینجا داشته باشیم، شناخت و پیدا کردن به عظمت کلام الهی. وقتی که ما قرآن رو میخوانیم یا میخوایم که از او در زندگی خود استفاده کنیم، باید بفهمیم که این کلام از کدام مقام با عظمت صادر شده بله. که خداوند متعال هست، که این کلام خداوند هست و دربردارنده تمام سعادت دنیا و آخرت در قرآن کریم برای ما انسان ها هست بله. در قرآن کریم در سوره فصلت آیه 44 داریم، قل هو للذین آمنوا هدى و شفا، گفته که این قرآن برای مؤمنین مایه هدایت و همچنان شفا هست، درمان، یعنی در برای همه بشر درمان هست، چون قرآن کریم گفتم در تمام ابعاد زندگی انسان نقش مهم را داره. و چهارمین مقدمه انجام مقدمات اخلاقی هست، مثل اخلاص، مثل مثلا صداقت و بعضی از مثلا مسائل اخلاقی رو باید چیکار کنیم؟ رعایت کنیم. و اینکه تلاوت قرآن، وقتی که ما میخوایم قرآن تلاوت کنیم، مختص به این نیست که حتما قاری قرآن باشیم یا اینا، نه، وقتی که ما میخوایم قرآن مطالعه کنیم یا بخوانیم، حتما خواندن قرآن ما به قصد قربت باشه، خاص به خاطر خداوند باشه. ولی یک سری مردم هست، هر عمل بستگی به اخلاص داره دیگه، از جمله خواندن قرآن بله. و وقتی که ما قرآن میخوانیم، تنها مختص به زمانی که ما گرفتار یک سری مشکلات میشیم نباشه بله. بلکه در تمام ابعاد زندگی، در هر بخشی، چی در زمانی که مشکلات داریم، چی در زمانی که مشکلاتی نداریم، باید در هر دو زمان ما سراغ قرآن بریم و قرآن را مطالعه کنیم. یعنی تنها خواندن قرآن زمان نباشه که خدای نکرده ما یک عزیز را از دست میتیم یا یک کس از دنیا بره بله. قرآن تلاوت شه، بلکه قرآن کتاب زندگی است، به مراتب بیشتر از مرده ها برای زنده ها مؤثر است بله. و در اینجا یک روایت از امام علی علیه السلام داریم که ایشان میفرمایند این کتاب بزرگ آسمانی برای بیماری های خود شفا بطلبید و برای مشکلاتتان یاری به طلبید از
قرآن کریم، چون که قرآن کریم درمان بزرگترین درد هاست. بله. خب مقدمه بعدی که باید عرض کنیم رعایت تقوا و پرهیزگاری هست. یعنی ما وقتی که میخوایم از قرآن استفاده کنیم باید یک سری کارا رو انجام بدیم، مثلا تقوا رو پیشه کنیم، مثلا بله. پرهیزگار باشیم، یعنی طبق آیات قرآن عمل کنیم، کارهای نیک رو انجام بدیم. بسیار. در قرآن کریم بازم داریم در سوره بقره آیه دوم که گفته که خداوند متعال این کتاب با عظمت که قرآن کریم هست شک در آن ندارد، شک در آن راه ندارد و مایه هدایت پرهیزگاران هست، تقوا پرهیزگاران هست. و مقدمه ششم استعاذه و پناه بردن به خداوند از شر وسوسه های شیاطین هست. خب در این قسمت مراد از گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نیست، بلکه مراد از وقتی که ما میخواییم که پناه ببریم به خداوند از شر وسوسه های شیطان، یعنی یک سر پرده های غفلت در روی قلب انسان شیطان قرار میده تا ما نتانیم او چیزی که مفهوم قرآن هست، او چیزی که اصل قرآن هست نفهمیم. بله. ما پناه به خداوند ببریم تا این پرده های در قلب ما هسته بزداده و از بین ببرم. شکر میکنیم. خیلی بحث جالب و شیرین است خانم امیری، انشالله که بعد از یک میان برنامه در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، میان برنامه کوتاهی را با هم دیگه مشاهده میکنیم، جای نرین، ادامه برنامه را با ما همراه باشید. بیننده های عزیز، خوش آمدین بر ادامه برنامه، انشالله در خدمت شما خوبان هستیم. خانم امیری بفرمایید. خب سوال بعدی که در ذهن ما و در ذهن دوستای عزیز ما ممکنه ایجاد شده باشه ای است که نقش قرآن در زندگی بشر چی است؟ خب در اینجا که نقش قرآن، همچنان که در مقدمه بیان کردیم، قرآن کریم در ابعاد مختلف زندگی انسان نقش مؤثر و پررنگی را داره. بله. چه در ابعاد فردی، چه اجتماعی، چه بین المللی. اما در اینجا به طور مختصر به بعضی از آنها اشاره میشه. اولین نکته ای است که خود انسان نیازمند به آفرینده جهان هست، خداوند متعال هست. خب انسان وقتی که نیازمند به ارتباط مستقیم با خود و پروردگارش هست، در اینجا این ارتباط برقرار کردن یک سری مثلا طریقه هایی داره. بله. مثلا ارتباط برقرار کردن با پروردگار از لحاظ مثلا از طریق راز نیاز هست، از طریق ارتباط قلبی هست، از طریق دعا کردن، از طریق اینها صورت میگیره. اما چیزی که در اینجا خیلی بسیار لذت بخش و اطمینان آور است، این ارتباط مستقیم با پروردگار باید از خود کلام پروردگار باشه که ما این ارتباط خود با خداوند برقرار کنیم که کلام خداوند جز نیست، قرآن کریم هست که از طریق قرآن کریم میتونیم که این ارتباط مستقیم با پروردگار خود برقرار کنیم. که در اینجا یک سخن از اقبال لاهوری گفته شده است که گفته اگر میخواهی خدا با تو سخن بگه برو قرآن بخوان. بله. خود وقتی قرآن مطالعه کردیم، خود قرآن وقتی خواندیم، خودش ارتباط برقرار میشه با پروردگار عالم. و همچنان گفته که این ویژگی تنها مختص به قرآن کریم است و دیگر کتاب های آسمانی چنین ویژگی را ندارند. و دومین چیزی که در اینجا قابل بحث است این است که انسان همیشه در جستجوی آگاهی هاست. بله. همیشه در جستجوی دانش هست. خب در این گفته انسان همیشه که در تکاپوی یا در جستجوی آگاهی ها هست، این آگاهی هم از معارف بلنده مثلا قرآنی باشه که همه اینها نیازمند به یک منبع اصیل و غنی دارن. بسه. که قرآن کریم منبع اصیل و غنی و محسوس است که میتونیم آگاهی های خود را از قرآن کریم به دست بیاریم. خب در این بحث مثلا ما میخوایم درباره انسان آگاهی پیدا کنیم یا مثلا علم خود درباره انسان زیاد کنیم، مراجعه در قرآن کریم کنیم. وقتی در قرآن کریم مراجعه کردیم میبینیم تعریف از قرآن، مثلا میخوایم که از انسان یک تعریف پیدا کنیم، وقتی که رفتیم از قرآن، وقتی در قرآن مراجعه کردیم میبینیم در سوره بقره آیه 30 خداوند متعال میفرماید اینی جاعلون فی الارض خلیفه. یعنی ما انسان را به عنوان خلیفه، به عنوان نماینده در روی زمین قرار دادیم. یک بهترین تعریف است که از انسان شده در قرآن کریم. یا مثلا میخوایم که علم خود یا آگاهی یا دانش خود درباره خداوند متعال از قرآن پیدا کنیم یا زیاد کنیم،
وقتی که میبینیم خود قرآن کریم یا خود خداوند تعریف از خود در قرآن کریم داره، مثلا در سوره شورا آیه 11 میفرماید که لیس کمثله شی، یعنی هیچ چیزی همانند خداوند نیست. این بهترین تعریفی است که از خداوند متعال در خود قرآن کریم بیان شده است. یعنی اگر ما بخوایم خود بهتر بشناسیم، خداوند بهتر بشناسیم، منبع بهتر از قرآن پیدا کردن نمیتونیم. درسته. و در موردی که انسان وقتی که میخواد آگاهی خود بلند ببره یا آگاهی خود در مورد قرآن کریم زیاد کنه و در بعضی از مسائل، در بیشتر مسائل بله. مثلا درباره انسان گفتیم، درباره خداوند گفتیم، درباره نظام هستی، در هر مسئله که ما میخوایم علم و دانش خدا بلند بریم مراجعه کنیم در قرآن کریم. و در بعضی از دانش ها و بعضی از علوم هست که جز از طریق قرآن به دست نمیاد. خب مثلا بعض از امور یا بعض از او علم ها آگاهی از عالم آخرت یا عالم پس از مرگ است که هیچ انسان درک مثلا رفتن در عالم آخرت و برگشتن نداره. مثلا یا اینکه یک سابقه ذهنی نداره یا معلومات دقیق و غیر قابل تغییر بر ما بده و جزئیات دقیق از عالم آخرت هیچ بشری نداره. یه تنها قرآن هست که معلومات دقیق و کلن جزئیات آخرت را به طور صحیح و عالم آخرت یا عالم قیامت را به طور صحیح کشیده، مثلا در سوره واقعه، در سوره مرسلات و در سوره صافات به طور دقیق حادثه قیامت را بر ما بیان کرده. و سومین بحث که در اینجا وجود داره است که قرآن کریم آگاهی از تاریخ بشر میده. نقش برجسته قرآن کریم این است که از سابقه تاریخ بشر خبرهای درست و مطابق واقع را، مطابق حقیقت را برای ما انسان ها رسانده است. که مثلا وقتی ما میخوایم درباره هر چیزی، مثلا درباره گذشته، درباره تاریخ انبیا، وقتی ما میخوایم مطالعه داشته باشیم مراجعه در قرآن کریم میکنیم. و قرآن کریم یگانه کتابی است که بدون هیچ گونه دسیسه و تحریفی برای ما حادثه تاریخ یا مثلا حادثات گذشته را بیان کرده است. حتی قرآن کریم بر پیروان تورات و انجیل هم منت شایان گذاشته و درباره پیامبران بنی اسرائیل هانچی بوده اونها همونطور معرفی کردن. بسیار خوب. مثلا پیامبران بنی اسرائیل حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام، حضرت زکریا علیه السلام و غیره. خب به طور نمونه یک آیه از قرآن آوردیم در سوره مائده آیه 116. خداوند متعال خطاب حضرت موسی علیه السلام میفرماید، حضرت عیسی علیه السلام میفرماید که ای عیسی پسر مریم، آیا تو گفتی به مردم که من و مادرم را همچون دو خدا به جای خداوند بپرستید؟ گفت منزهی تو، مرا نشاید که چیز را که حق نیست بگویم. به طور دقیق به طور آنگونه که حضرت عیسی علیه السلام بوده به ما معرفی کرده. خود حضرت عیسی علیه السلام به عنوان خدا نیست، نعوذ بالله، که بعضی ها میپرستن. خب در اینجا به طور دقیق بیان کرده که یگانه چیزی که قابل پرستش هست خداوند متعال است و فرستگی که بنده هایش هست یا پیامبران هستن اینا خدا نیستن یا به جای خدا قرار نمیگیرن. بحث بعدی که بحث آخر هست نقش قرآن در مثلا در جامعه بشری هست که بسیار نقش برجسته ای داره. این است که قرآن ظرفیت جهان شمولی داره. یعنی چی؟ یعنی گفته که پیام قرآن کریم برای تمام حافظان، برای تمام مسلحان و حافظان حقوق بشر قابل اعتنا و کاربردی هست. و تمام ادیان آسمانی رو به نقاط مشترک جمع کردن، نقاطی که بین تمام ادیان آسمانی مشترک هستن به این نقاط جمع شدن و طبق اون نقاط مشترک اینا چیکار میکنن؟ رفتار میکنن. و مثلا نقاط مشترک که از جمله مسائل اصول انسانی هست، مثلا عدالت گستری و امانت داری و غیره مسائل هست. و همه اینها از جمله شاخص های اصلی ظرفیت جهان شمولی قرآن را به نمایش گذاشته است. و در سوره آل عمران آیه 64 در قرآن داریم بگو ای اهل کتاب بیایید بر سر سخنی که میان ما و شما یکسان است بیستیم که جز خدا را نپرستیم و چیزی شریک او نگردانیم و برخی از ما برخی دیگر را به جای خدا به پروردگاری نگیرن. که نقاط مشترک هست بین تمام ادیان آسمانی. و در آخرم باید عرض کنیم که رسالت علم ساخت جهان است.
بله اما رسالت قرآن حرکت دهی یا رشد ایمان حرکت دهی انسان است به سوی سعادت، راه سعادت و خوشبختی. بسیار خوب، از صحبت‌هایی که شما داشتیم نتیجه می‌گیریم که در واقع قرآن پاسخگوی تمام نیازمندی‌های بشر است. بله. و ما می‌تونیم انواع و اقسام مریضی‌ها را با قرآن درمان کنیم، چه مریضی‌های جسمی باشه چه مریضی‌های روحی و روانی باشه. قسمی که در یکی از آیات از قرآن عظیمشان ما داریم، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. این موضوعات را شما بیان کردین، اما خوب است که برای ما یک معلومات بتن که آیا آیاتی در قرآن وجود داره که در رابطه با روابط بین الملل هم اشاره داشته باشه؟ خب در اینجا آیات زیاد وجود داره، اما به طور نمونه چند تا از آیات قرآن هم به خدمت شما عزیزان برز میرسن. اولین آیه قرآن سوره هود هست که در اینجا خداوند متعال میفرماید که خب اینجا داستان حضرت هود علیه السلام. ای قوم من، پیمانه و وزن را به عدالت تمام دهید و بر اشیا و اجناس مردم عیب نگذارید و از حق آنها نکاهید و در زمین به فساد نکوشید. خب از این آیه قرآن ما چرا مثلا در رابطه بین الملل میتونیم بعد اسپرم ایره بعد اسپرم که در همه جهان در همه حکومت ها باید عدالت هدف نهایی همشون باشه، فرق نمیکنه که چی مثلا کشور ما افغانستان باشه یا هر کشور دیگه، و کل سراسر دنیا باید عدالت باشه. بله، هدف نهایی هر حکومت عدالت باشه، باید اجرا کنند. و همچنان آیه دومی که در اینجا آوردیم در سوره صف آیه دوم و سوم، خداوند متعال میفرماید ای کسانی که ایمان آورده اید چرا سخنی میگویید که عمل نمیکنید؟ نزد خدا بسیار خشم آور است که سخنی بگویید که عمل نمیکنید. خب در اینجا گفته در منطق پروردگار حتی سخن گفتن بار ضمانت اجرا داره. بله، یعنی وقتی که ما میخوایم که یک سخن رو بگیم، یک گپ رو بزنیم، این گپ زدن ما مسئولیت آوره، بار ضمانت اجرا داره. در اینجا چی مثلا کسایی که سیاست مدار هستن وقتی که میخواین سخن رو بیان کنن، چه در داخل چه در خارج، باید اینا در خودشون اهل مثلا عمل باشن، یعنی آفرین خودشان... اهل عمل باشن بله. و ببینن که آیا توانایی رو دارن که سخن خود عمل کنن یا نه. اگر ندارن نباید به زبان تشکر دارن. میکنین، سلامت باشین، تشکر از اینکه با برنامه تشریف آوردین، خیلی بحث خوب و زیبایی داشتین، انشالله که همه ما توفیق عمل کردن با آیات قرآن را داشته باشین. دوستان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم، تشکر از اینکه با حوصله‌مندی ما را همراهی کردین. تا برنامه بعد شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپاریم.